با خنده آرا لحظات خوشی داشته باشید. با همکاری رحمان الرحیم، دوستان عزیز، فامیلای بسیار مهربان ما، تشریف آوریتان را قلبن و قلبن خوش آمدید گفته، دستهای گرم و پرحساس شما را صمیمانه می فشارم و از خداوند پاک آرزو دارم با لباس عافیت بر تن باشید و خنده از لبانتان دور نگردد. امیدوار هستم که بعد از هفته طولانی باز هم شما جیگرگوشه های خودم می بینم. برای من بسیار زیاد مایه افتخار است و شکر میکنم از خداوند پاک باز هم دوباره بر خدمت شما فامیلای مهربان، شما پدرای گرانقدر، شما هم وطنای نازنین ما، شما اطفال نازنین نور دیده های ما که میبوسم کلتانه دوباره قرار دارم. میریم به برنامه امروز آغاز میکنیم، البته با چکچکا و با خنده های گرم و با تشویق های امترکایی شرارانگیز شما. میگه که یکا کیاری دارم گردن کلوفته، دندانای تایشی تاق بالایشی جوفته، یکا کیاری دارم گردن کلوفته، دندانای تایشی تاق بالایشی جوفته. نشانی میگویم میشناسی یا نه، در وقتی گپ زدو دندانشی مفته، در وقتی گپ زدو دندانشی مفته. یک عالم تشکر، یک عالم تشکر. میریم به سراغ جوکا و فکایی ها. امیدوار هستم که زیاد پرحرفی نکرده باشم که شما باعث رنجش خاطر شما خدای نخواسته نشده باشم. میگن که معلم هندسه از بچگک پرسان کرد که عبدالله بخی بچی، بخی برای من بگو که دایره را تعریف کو، دایره را تعریف کو با مثال و وضع کو، برای ما واضح کو، برای ما بگو که دایره را با مثالش با تعریفش برای ما دایره را تعریف کو. یک دفعه ی عبدالله جان خیست امترکایی ی دفعه گفت معلم صاحب سلام علیکم، معلم صاحب اینی دایره که هسته که یک دونه چیز گرز هسته که انترکایی یک چیز گرز هسته که بازم آمه اینی دایره که هسته چیز هسته که یک دونه پوست هسته که از پوست بز هسته که مچون پوست بز هسته بازو در مفلای تویا باز نواخته میشه باز اقسم اونه زیافتر یک اون زنها همه ترکایی تو خوب دایره میزنن میگن بیش بیش پقو 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 بیش بیش پقو 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 بیش بیش پقو پقو پقو. عبدالله من نگفتم که تو دایره ببایت تعریف کو، من نگفتم که تو دایره خالیت تعریف کو، دایره که در هندسه است توسط چی رسم میشه تو برای ما و یک دایره از خود چی کار نراره داره تو باید از او برای ما تعریف میکردی. خب من اینو یک دونه دایره را خبر دارم او دیگه دایره توست که کار نرا داره است. یک عالم تشکر از محبتایتان، از لطفتان. میگه بچگک یک دختر مقبول دید
طرفش سعی کرد، همی طرفش سعی کرد، یک دفعه گفت که او جان من، اون سرقی خدا شمم چی شمه جور کده، بیادا بغل میایی، بیادا پیشم میایی. یک دفعه دختر گفت برو خواب تا قواره طول چک بوی زده، برو کمشون مویای بینی تا قیچی کن، برو قواره تا سعی کن دگه بوتای ما بکشم باش. نه بوتای تا نکش، اما تو خود در بغلم پرتو زیارت خو نیستم که بوتای تا میکشی. و آله میریم یک آهنگ زیبا میشنویم، البته با چک چکایتان، آهنگ پشتوست که چلیونه گرزم غمده هجران ده ملامت نیم خلکو یار تو مادران ده. افتخار هنرمند محبوب و جاودانی ما منگل صاحب خوب سه یک حرف بزنیم. چلی و نگرزم غم ده هجران ده ملامت نیم خلکو یار پا ما گران ده ملامت نیم خلکو یار پا ما گران ده چلی و نگرزم غم ده هجران ده ملامت نیم خلکو یار پا ما گران دے ملامت نیم خلکو یار پا ما گران دے پا کمینا ترو تازایوما مست از روشن دوپم ای بیان دازایوما دیار پا کمینا ترو تازایوما مست از روشن دوپم ای بیان دازایوما کلاب راشی آرا دامی ارمان ده ملامت نیم خلکو یار پا ما گران ده چلی و نگرزم غم ده هجران ده ملامت نیم خلکو یار پا ما گران ده ملامت نیم خلکو یار پا ما گران ده چلی و نگرزم غم ده هجران ده ملامت نیم خلکو یار پا ما گران ده ملامت نیم ادامه لحظات شیرین خنده آرا و همکاری دوستان عزیز، فامیلای بسیار مهربان من، جوانای گرانقدر، یک عالم تشکر از محبتتان، از حوصله افزایی شما نازنینا، نه فقط باز هم اظهار سپاس میکنم. میگن که میریم به سراغ یک جوک، یک فکایی دیگه. میگن که دو تا هموطنای بدخشی ما سفر میکردن در تیاره. در تیاره سفر میکردن که یکی رفیقش دیگه گفت
های اول بودیم دامو جا بودیم چیکن های اول بودیم هم چه میشه مسافی مسافی های اول بودیم دامو من تاورا چیکن خواهم تو را کوی یک لفظ بسیار شیرین قندل هر دوی از یاد تیاره بالا شدن وقتی که تیاره ارتفاع گرفت تیاره که دمی وسط را بود تیاره که یک دفعه همی یکی از این خیست برای پیلوت صدا کرد که پیلوت جان مات پیلوت یک دفعه استیواردس آمد گفت که چی میگی؟ گفت همی خلیفه پیلوت بگو بسار زیاد بسار بگو ببخشی بسار زیاد که هنم یک بغلک استاد کنه همی خلیفه پیلوت بگو یک بغلک استاد کنه که همین بیادرکم رک میزنم. میگن که در ولایت پنجشیر ما برق رفت. اولین دفعه برقا رفت اونجا. وقتی که برقا رفت در اونجا دیگه تماما هموطنهای پنجشیر ما بسیار زیاد خوشبختی کردن و بسیار زیاد تشکری کردن از دولت. از یکیش سوال کردن که چی گفتنی داری به دولت؟ من به دولت چیز گفتنی ندارم ملی. اینا جانم بقدر، اینا قربان چوم، اینا خانه پدرمی دولت آباده به می خدا اینا. یک وقت بود که من مادر گلامده دیده نمیتونست. این حال مادر گلامده خب صحیح من میبینم. این همی کلمه برادر کرد. ما یک دعا میکنیم که خداوند پاک همی دولت سرفراز داشته باشد. این برادر کرد. این حال شکر الحمدلله در این پنجشیر ما شکر کل چیز هست شکر. خداوند پاک خدای دولت خداوند پاک همه ترکی سرفراز داشته باشد. نه خب یک دفعه گفت که دمی اصنا این برق آورد و این برق یک هفته وار برقا بود. یک دفعه برقا از همسایه‌شان فیوزش پرید و دید که آمد خانه از زیر تق‌تق زد دمی اسنا یک دفعه همی همسایه‌ش گفت کی هستی؟ خیرت هست کی هستی ته؟ یک دفعه خانمک همسایه‌شان بود گفت میرامد جان این همی کاسه را بگی برقای ما رفته فیوز ما فیوز پرید برقا رفته نمیفهمم این همی کاسه که بگی یک کاسه برق بر ما خفته یک دو ای زنکه ساده برگم شه یک دونه کاسه پلاستیکی بیار در ماماین کاسه آینی خفته برق میگیرید میکشه تا بدار یک کاسه پلاستیکی بیار میگن که مظاهره شد مظاهره میکردن مردم کلگی صاحب که ما این دولت را نمیخواهیم کلتان بگوی نمیخواهیم از پشت من شروع کرده بدین ما این گدودی را نمیخواهیم چرا دولت خود ترتیب و تنظیم نمیکنه باید از بکنه ترافیک ها خودت چرا اصلاح نمی کنه؟ مردم خودت چرا اصلاح نمی کنه؟ کل مردم سر بیا گال هست که تو همه تا دست تبالا که سرخی سر چم اینه تا صحیحی که معلوم شوه خودمی اصنا کل مردم چیز شد یک دفعه دمی اصنا یک جوان کاکا و بسار زیاد اما تا خوش اندام و سپورتمین آمد گفت که مرا مایکا بتوین امروز خواهش میکنم از همشیرا خواهش میکنم که سبا در مظاهره نبیایه کل مردم گفت چرا نبیاین به خاطر از اینکه ما دیگه سبا دوای چتیر شروع میکنیم یک وقفه کوتاه میریم و دوباره برمیگردم با شما جیگرگوشه های خود